دکتر تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه آسیای مرکزی هستند در دانشگاه در آمستردام، قبلا در دانشگاه لیدن هلند بودند. تحصیلات ایشون در رشته فیزیک نظری بوده از دانشگاه ملی در ایران و بعد دانشگاه لندن، ولی بعد در رشته تاریخ قدم برداشتن و در دانشگاه اوترخت هلند در اونجا مشغول به تحصیل شدن و در دانشگاه لندن هر دو، و در کارنامه خودشون ریاست انجمن اروپایی مطالعات آسیای مرکزی، عضویت در شورای سردبیری نشریاتی مثل مطالعات ایران شناسی، مطالعات آسیای مرکزی، مطالعات تاریخ بین المللی کار و کارگری رو داشتن و بسیار کتاب‌های بسیار زیادی دارن، به خصوص کار مهمی که انجام دادم، من یک دو تا سخنرانی هاشون رو دیدم این یکی دو سال اخیر، در طرح تدوین تاریخ اجتماعی 100 ساله صنعت نفت در ایران بوده که کتابی هم در این مورد دارن چاپ میکنن، تاریخ اجتماعی 70 سال نفت ایران و بود و باش فتاده در گرد باد، درسته جناب دکتر؟ بله، و داستان ایرانیانی که در شوروی در زمان استالین و اینها تلف شدن در اونجا. همون استالین اینها. بله. و کتاب‌های زیاد دیگه، آذربایجان در ایران معاصر، تجدد آمران دولت و فردوستان، فرودستان و ایران در جنگ جهانی اول، بسیار زیاد هست. مسلماً اکثر شما با چهره ایشون آشنا هستید در بسیاری برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های مختلف، مصاحبه‌های مختلف شرکت دارید. دکتر رنجبر دائمی، سیاوش رنجبر دائمی، برعکس ایشون خیلی لو پروفایل هستن، با اینکه بسیار استاد برجسته ان، ایشون وقتی که اینترنت رو باز میکنید میگن که جوانترین استاد تاریخ ایران و آخرین استادی بودن که کرسی ایران شناسی رو در دانشگاه منچستر که یکی از قدیمی ترین دانشگاه های دنیا شاید بشه گفت، انگلستان حتما، اروپا، که رشته ایران شناسی رو داشته، دکتر رنجبر دائمی اونجا این کرسی رو داشتن، کرسی استادی اونجا، و حالا در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند هستن در مرکز ایران شناسی، اونجا بسیار فعال هستن. من شرح حال انگلیسیشون رو اینجا دارم، شرح حال فارسیشون ندارم، ولی میدونم که در انگلستان متولد شدن چون پدر اونجا کار میکردن، پدرشون هم فیزیکدان هستن و درست میگم دیگه، اشتباه که نکردم. بله، داشتن درسشون هم که و اینجا متوجه، ولی در ایتالیا بزرگ میشن و بعد دوباره برمیگردن به انگلستان که تحصیلاتشون رو اینجا میگذرونن و زیر دست اساتید معروفی کار کردن و تخصصشون گرفتن. کار بسیار ارزنده‌ای که انجام دادن دیجیتال کردن روزنامه ها و نشریات ایران بوده در دوره های به خصوص در دوره زمان 28 مرداد و اون جریانات و بعد نزدیکتر به انقلاب اسلامی، مثلا نشریه روزنامه رستاخیز که در اون موقع چاپ می شد، اینها رو تمام ایشون دیجیتالایز کردن و یک دیتابیس، یک واقعا مخزن بزرگی از اینها تهیه دیدن که قابل دسترسی هم هستش و اوپن اکسس هست. به هر حال بسیار استاد پرکار و پرفعالیتی هستن و امیدواریم در آینده باز هم استفاده بکنیم از کارهای ایشون و داشته باشیم. من دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم و رشته سخن رو میدم به دست آقای دکتر. دوستان بسیار خوش اومدید به کتابخانه مطالعات ایرانی و سپاسگزارم از استاد تورج عطابکی و آقای رنجبر، دکتر رنجبر، که دعوت ما رو پذیرفتن بعد از یک سال و نیم، نزدیک دو سال، بالاخره این شب اینجا برگزار میشه. قبل از اینکه من راجع به این کتاب حرف بزنم، یک نکته رو که از دوستان من، خانم انصاری، من یادآوری کرده و اینه که
بالاخره این کتابخانه به عنوان یه نهاد فرهنگی بر سر جاش هست. جریان‌های فرهنگی دیگر اگر سخنرانی میذارن، اگر قبلا با ما هماهنگ بکنن، یه زنگی به کتابخانه بزنن، طبیعی که ما اگر بدونیم در روز شنبه فلان شنبه سخنرانی دارن، ما اون شنبه سخنرانی نمیذاریم، چون سخنرانی های ما عمدتا در روز شنبه است. اگر به ما اطلاع بدن ما حتما این همکاری رو خواهیم کرد. و چونم گفتم الان روز شنبه است، همیشه اینو در نظر داشته باشید، هفته آینده به طور استثنایی سخنرانی ما روز یک شنبه است. اما نوشتن در مورد سازمان های سیاسی ایران یکی از سخت‌ترین و مشکل‌ترین کارهای ممکن است، یعنی کارهایی است که با آسانی قابل انجام نیست. یعنی واقعا نسلی که دست به چنین کاری میزنه باید خیلی شهامت داشته باشه. این شهامت به این جهت میگم، جدا از فضیلت علمی یا به اصطلاح کاردانی‌های علمی و تخصصی به دانشی، ما با یک جامعه روبرو هستیم با پراکندگی‌هایی که متأسفانه هیچ کلمه الان به ذهنم نمی‌رسه جز اینکه بگم این اختلافات و پراکندگی‌ها در معنای قبیلهش ناموسیه. به این معنا که این سازمان سیاسی و سازمان سیاسی رو تحریم می‌کنه، این جریان با اون جریان مخالفه، و این مخالفت‌ها یه مخالفت‌های اساسی و بنیادیه. در نتیجه کتابی که امشب اینجا معرفی میشه، یه بخش مهمی از جریان‌های سیاسی ایران که مستقیماً در جریان به اصطلاح بود و باشه چریک‌های فدای خلق ایران بودن، در این نوشته‌ها حضور ندارن. مثلا خانم اشرف دهوانی یا آقای فریدبرز سنجری، برای که اینها هم بخشی از این جنبش هستن، به روایت اونها هم باید شنیده بشه. این که بخشی از یک جریان دیگر قبول نداره، نباید مانع بشه که ما دست به کار نزنیم، و این خیلی مهمه. در نتیجه کتابی که انجام گرفت برای نخستین بار، جدا از مطالب متنوعی که داره به من اشاره خواهم کرد، برای نخستین بار با چند چریکی صحبت میکنه و از اونا خواستن که بدون اینک امروز و بدون اختلافات امروزی تجربیات شخصی خودشونو به قلم بیارن، به زبان بیارن و اعلام بکنن. خب این بخشی از تاریخ واقعی ماست. اگر 3 نفر یا 4 نفر حاضر بشن که این تجربیات رو منتقل بکنن، بالاخره ما بخشی از تاریخ ایران چکار کردیم؟ ثبت کردیم. معناش این نیست که این کتاب کامل، خود استاد عطابکی هم میدونن که باید نسل‌های دیگه، جریان‌های دیگه که هنوز هستن همکاری بکنن و این کار پیش بره. اما اهمیت این کار در چیه؟ اهمیت این کار در اینه که جریان‌های چپ ایران بعد از حزب توده ایران بخش مهمی از گفتگوی سیاسی در ایران هرگز قابل حذف نیست. یعنی شما نمیتونید تاریخ ایران رو بنویسید و بخواید این جریان‌های سیاسی رو چکار کنید؟ حذف کنید، به نادیده بگیرید. به همین جهت اهمیت داره برای فهم تاریخ معاصر ایران، حتی برای فهم مثلا تاریخ حکومت پهلوی، که این سازمان‌های سیاسی درست فهمیده بشه که در چه فضایی با چه ایده‌هایی با چه آرمان‌هایی اینها وارد عرصه سیاسی ایران شدن و نقش آفرینی کردن. اینجا برای اینکه من طولانی حرف نزنم و از وجود استاد عطابکی و دوست ما آقای دکتر رنجبر استفاده بکنیم، میخوام یک لحظه شما رو خواهش بکنم که به این نکته‌ای که میگم نگاه کنیم. 2 جزوه سیاسی، یکی از امیر پرویز فویان و یکی از مسعود احمدزاده،
سرنوشت سیاسی مملکت رو عوض میکنه. یعنی دو جزوه سیاسی میتونه بنیادهای فکری یک نسل رو چکار کنه؟ دگرگون میکنه. بنابراین ببینید احتیاج به 10 کتاب نیست، با دو جزوه سیاسی هم میشه یک جامعه رو چکار کرد؟ زیر و زبر کرد، فکرش رو عوض کرد. این نشوندنده چیه؟ نشوندنده اهمیت این سازمان هاست. حرف من معناش این نیست که نمره مثبت داید باید داد به اینا، نه اصلا صحبت همین نیست، برای که خود استاد عطابکی میدونه که من چه نقدهایی برای این قضایا دارم، ولی واقعیت اینه که نقد ما یه مسئله دیگه است، اما بود و باش اینها و تأثیر اینا رو در تاریخ ایران نمیشه نادیده گرفت. و چه بهتر همین زمانی که ما هستیم و افرادی که زنده هستند این تاریخ نوشته بشه. استاد تورج عطابکی که از ویراستاران این کتاب با آقای ناصر مهاجر، من تردید ندارم که تمام تلاششون رو به کار بردن تا متن اساسی و اصولی ارائه بدن، و اینو باید به اینا تبریک گفت و به جامعه ما هم تبریک گفت که دانشگاهیان ما وقتشون میذارن برای بررسی اینجور مسائل اساسی، چون قاعدتا نمیخوان به این مسائل آلوده بشن یا دنبال اینجور مسائل سیاسی بشن. در نتیجه از یک طرف باید تشکر کرد از این دوستان، باید گفت که واقعا درود بر شما که چنین تلاشی رو کردید و امیدوارم این تلاش استقرار پیدا بکنه، و مهمتر از همه امیدوارم که نقد بشه این ماجرا. حالا پایان میبرم بحثمو با یک نقدی که ویراستاران بر نوشته شیدار نبوی نوشتن. متاسفانه عدم تساهل دانشگاهی رو نشون دادم. من تعجب کردم که اسم تورج عطابکی زیر اون محتم بود. چرا اینو میگم؟ معنای معرفه من این است که من با حرفای خانم شیدا نبوی موافقم، ولی با نوع برخورد شما هم موافق نیستم. ما باید فرصت برای نقد بذاریم، یعنی راه رو باز بذاریم دیگران چکار کنن؟ نقد بکنن. اگر قرار باشه که ما از اولین نقد ها بخواییم منکوب بکنیم یا جلویشون بیستیم، راه رو بر گفتگو باز نمی کنه. به این از سیته کار دانشگاهی خارج. با درود استاد عطابکی و با درود به دکتر رنجبر، من جلسه رو تقدیم شما می کنم و در خدمتتونم که استفاده کنم. می بخشید که انتقادت رو کردم دوستان، ولی دیگه بله بله من عرض سپاس دارم و احترام دارم خدمت دکتر آجیتونی، خدمت دکتر فرقالی به خاطر دعوتی که کردن و من و دوستم اومدیم اینجا، دکتر رنجبر، و عرض درود و احترام به شما دارم که اومدیم اینجا. اجازه بدید که این معرفی رو با یک نگاهی به جایگاه تاریخ اجتماعی آغاز بکنم. تاریخ اجتماعی در قیاس با نهله‌های دیگه تاریخ نگاری پهنه‌ایه که کمتر پیموده شده، پهنه ناهمواره. حتی در اروپا، حتی در بریتانیا که ما هستیم امروز، قدمت این نهله از تاریخ نگاری به دهه 60 میلادی میرسه، وقتی که یک ژورنالی، یک مجله به نام Past and Present برای نخستین بار شروع کرد به این نگاه رو به تاریخ نگاری در حقیقت آوردن. و بعد از این ما این حوزه، این نهله از تاریخ نگاری مورد اقبال تاریخ نگاران قرار گرفت و حتی به دوردست ها رفت. مورخان هندی پیشگام
یک مکتب تازه‌ای بودن به نام مکتب فرودستان یا سابالچر استادیز که برای دو دهه سایه خودش رو بر تاریخ نگاری اجتماعی انداخت. و خب اگر نگاه کنیم به ایران در قیاس با بریتانیا و کشورهای اروپایی و امریکا، خب در این راه کمتر کار شده. تاریخ سیاسی همچنان سلطه خودش رو بر تاریخ نگاری ما داره، تاریخ اندیشه همچنان سلطه خودش رو بر تاریخ نگاری ما داره. اما وقتی ما از تاریخ نگاری اجتماعی صحبت میکنیم و این راه ناهموار و این بسیار بسیار پر دردسر و سخت نگاه میکنیم، عمدتاً نگاهمون به داده های تاریخی ماست. البته همینجا بگم هیچ فضیلتی هم نیست که بگیم تاریخ اجتماعی، که من مورخ اجتماعی هستم، تاریخ اجتماعی یا مورخ اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داره در قیاس با مورخ سیاسی یا مورخ اندیشه، چون این نیست. تاریخ اجتماعی و مورخ اجتماعی بسیار میآموزه از تاریخ سیاسی و از مورخ سیاسی و مورخ اندیشه و از بسیاری دیگران بسیار میآموزه. توی مثلا نگاه بکنیم به علوم اجتماعی، از جامعه شناسی میآموزه، از مردم شناسی میآموزه، از روان شناسی میآموزه. علوم انسانی بخوایم نگاه بکنیم، از ادبیات میآموزه و از زبان شناسی میآموزه. تمام اینها کمک میکنن به یک مورخ اجتماعی که تصویر بهتری از آن چه بده که زبان انگلیسی، که اینجا خودش یک دارالفنون، شما هم نشستید، ما میگیم history from below، تاریخی که از پایین نگاه داریم میکنیم، در قیاس با اون چیزی که از بالا نگاه میکنیم. top down نیست، این below، bottom up. و تو این در حقیقت تاریخ نگاری ما به بود و باش، این بود و باش، این واژه رو از تاجیکان در مدت اقامتم در تاجیکستان گرفتم و خیلی هم دوست دارم، از بود و باش مردمانی که داریم صحبت میکنیم که در تاریخ حضور دارن، ولی لزوماً این تاریخ و مردم صدا ندارن، بی صدا هستن. فرودستان، که من واژه فرودست رو در برابر واژه سابالترن استفاده میکنم و تفاوت میذارم به تهیدستان. تهیدستان من معمولاً برای واژه برای لیبرینگ پور استفاده میکنم، ولی فرودستان رو برای اونایی که گروهایی که مارجنالایز شدن، به حاشیه رونده شدن استفاده میکنم. مثلا یک فرودست میتونه لزوماً تهیدست نباشه. زنان در جامعه فرودستن، به حاشیه رانده شدن، و بسیاری از گروه های آیینی یا در حقیقت سیاسی میتونن فرودست باشن و یا قومی و زبانی و از این دست. خب حالا نگاه که بکنیم میبینیم چقدر سختی واقعا. من فقط یک نمونه به شما میگم. ما درباره دوران سلجوق داریم کار میکنیم. خب درباره دوران سلجوقیان اگر من به عنوان یک مورخ اجتماعی بخوام بکنم، چقدر داده دادم از اینکه زندگی روزمره در دوران سلجوق چطور بود؟ Everyday life به قول فرنگی ها چگونه بود واقعا؟ بسیار بسیار کم میتونی، بسیار میتونی. اما تاریخ سیاسی و تاریخ اندیشی رو میدونیم، رساله هایی در سیاست، در فلسفه نوشته شده که یک مورخ سیاسی و یا مورخ اندیشه به کمک اونها میتونه به یه تحلیل نهله های اندیشه، تحول و تطور اندیشه در یک دوران برسه. ولی یک مورخ اجتماعی که من باشم، وقتی میخوام در دوران سلجوق کار کنم، مشکل بزرگی دارم، برای اینکه داده ها محدوده، بسیار کمه. من میرم به سراغ شعر، میرم به سراغ ادبیات. مثلا سالها پیش من درباره تجدد و نوسازی در ایران کار میکردم، یک کاری که داشتم، یک بخشی از کتابم این بود که درباره زمان و تجدد کار کنم، ساعت و تجدد، چگونه انسان مدرن با ساعت و ساعت 24 ساعته داره تعریف میشه. و
و رفتم پیشینه اینه نگاه کردم که ساعت چگونه اومد تو فضای عمومی ایران و بعد نگاه کردم که خب در قیاس مثلا که با ساعت که در کشورهای دیگه ای که اومده در ایتالیا در جای دیگه قرن 12 میلادی اومده در ایران برم نگاه کنم همسنگش برم نگاه کنم من چاره ای نداشتم که به ادبیات برم به سراغ خاقانی صبح بر کف می گذشتم بامداد بانگ ناقوس مغان از پی فتاد من رفتم خاقانی خوندم تا بتونم بفهمم که بود و باش مردم در قیاس با ناقوس با ساعت و انواع اقسام زمان سنجی ها چگونه هستش میخوام بگم که سخت کار حالا جلوتر که میاییم به قرن 18 به قرن 19 به قرن 20 که میاییم با این مشکلات کمتر روبرو هستیم انبوه در حقیقت خاطرات و یادداشت‌هایی که ما داریم شما بسیاری از شما مطمئنم با خاطرات عین السلطنه آشنا هستید بسیار بسیار گنجینه قوی ما داریم در پایان قاجار اوائل پهلوی و این خاطرات عین السلطنه به ما کمک میکنه تا به بود و باش مردمان در حقیقت بتونیم بیاندیشیم و پی ببریم اما فراموش نکنید که این خاطرات از سوی نخبگان و خبرگان و الیت نوشته شده و الیت داره نگاه میکنه به فرودستان و تهیدستان یعنی هنوز صدای تهیدستان و فرودستان شنیده نمیشه خب جلوتر که میاییم یک مورخ اجتماعی تلاش میکنه از مقیاب با توسل به ابزارهای متفاوت به قنای کار خودش کمک بکنه از جمله میره سراغ مصاحبه گفتگو میکنه با آدم ها مثلا من وقتی نگاه میکنم به تاریخ 70 سال نفت ایران یا 100 سال نفت ایران نگاه میکنم نخستین کارگرانی که تو صنعت نفت ایران بودن دیگه در حال حاضر بین ما نیستن من نمیتونم با اونا مصاحبه کنم من فقط میتونم با کارگرانی مصاحبه کنم که در حقیقت به سالهای 1120 1125 میرسن 1108 1110 دیگه بین ما نیستن این مشکل من به عنوان مورخ اجتماعی باید اینو به یه جای دیگه در حقیقت جبران بخوام بکنم اما وقتی که میرسیم به دوران معاصر و میریم سراغ مصاحبه کردن ها با یه مشکل دیگه روبرو میشیم مشکل این که هر کسی که ما صحبت میکنیم گمان میکنه که خانش خودش درست داره خانش حضور داره شما الان بگید که انقلاب ایران ما بسیار مدعی داریم در مورد انقلاب ایران بسیاری شما که اینجا نشستید تو انقلاب ایران حضور داشتید و هر کدومتون روایت خودتون رو دارید و هر کدومتون فکر میکنید روایتتون درست دارین بهترین، صحیح ترین روایته خب من به عنوان یک مورخ اجتماعی روایت های شما رو به دیده میگیرم اما جمع روایت ها رو من باید ببینم به عنوان یک مورخ تا بتونم تاریخ بنویسم تاریخ نگاری با روایت انگاری و روایت نویسی فرق میکنه روایت یک پهلو گرفتن با رویداد تاریخ مجموعه رو میبینه در پیوند با همدیگه تا بتونه یک تصویر خیلی جامعی از اون رویداد بخواد بده اگر بخوام نگاه بکنم به شما خیلی در حقیقت با یک مثال مکانیکی شاید بخوام توضیح بدم شما نگاه بکنید دو تا اتومبیل با همدیگه تصادف میکنند این دو تا اتومبیل تصادف میکنند وقتی شما با عنوان ناظر شاهد دو تا این تصادف اتومبیل هستید بستگی این که کجا ایستاده بودید و این تصادف رو دیدید میتونید روایت‌های خودتون داشته باشید اگر دوربین اینجا داشته باشید اینجا ایستاده باشید یه جور میبینید اگر اون ور داشته باشید یه جور میبینید اما کار مورخ اینه که بتونه این دوربین‌ها رو در تمام اضلاع این رویداد بتونه قرار بده تا بتونه از دل اون یه تصویر جامع در بیاره وقتی تلاش میکنه اون دوربین رو بالای بالا نگه داره و از بالا نگاه کنه از چپ و راست نگاه کنه بنابراین روایت جایگاهش با تاریخ فرق میکنه با کار مورخ فرق میکنه مورخ باید رویدادها رو به سنجه اون داده های خودش بذاره قیاس بکنه و
تقابل داشته باشه. اون چیزی که ما میگیم تقابل و قیاس رو یا میگیم compare and contrast به زبان فرنگی میگیم. اینها در حقیقت کاری است که ما در تلاش میکنیم که در یک کار علمی بخوایم بکنیم. برگردم به این مجموعه، بخوام بگم که این مجموعه تاریخ نیست. این مجموعه در حقیقت روایت، جمع‌آوری روایتیه از کسانی است که گمان بر این بود که سنها داره میره بالا و میتونه فراموشی بیاد و قبل از اینکه این فراموشی بیاد ما گفتگوی باید داشته باشیم. ولی کار بسیار سختیه به خاطر اینکه هر کس گمان میکنه روایت خودش بهترینه و درست‌ترینه. خب حالا کاری که ما کردیم تو اینجا این بودش که یه پیشینه‌ای داشتیم. پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی که من در اونجا دارم کار میکنم قرار گذاشت که چون ما رسیدیم به قرن 21 نگاهی کنیم به نیمه اول که انجام دادیم، نیمه دوم قرن 20 رویدادها جنبش‌های اجتماعی رو در این نیمه دوم قرن 20 می‌ریزیم، رسیدیم به جنبش در حقیقت رادیکال چپ در جهان، نه فقط در ایران، آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا و اونجا. من چون مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا بودم، مسئولیت من این بود که در حقیقت این بخش رو ببینم و تلاش کردم که این بخش در حقیقت برجسته بشه. ترکیه، ایران، هند، بخشی از هند و برمیگردیم به شمال آفریقا. در قیاس با کار خب ما متاسفانه به دلایلی اون کنفرانس هایی که قرار بود ما داشته باشیم در مورد کشورهای دیگه انجام شد، در فرجام خودش هم رسید، ولی در مورد ما متاسفانه به دلایلی انجام نشد. تلاش من این بود که حداقل یک رابطه آکادمیک بین نهادهای آکادمیک دانشگاهی و سازمانهای سیاسی داشته باشم. این چیزیست که واقعا من در این تجربه زندگی دهه های خودم در هلند رسیدم، چون دانشگاه ها با احزاب سیاسی رابطه خیلی خوبی دارن، تنگاتنگ دارن، کنشگران سیاسی میان تو دانشگاه با آدم های دانشگاهی میشینن، صحبت میکنن، از دستاوردهای این استفاده میکنن و میرن اینا رو به تجربه های سیاست میزنن. ولی فکر کردم که ما هم باید یه همچون کاری بکنیم دیگه، ما هم یه آشتی بدیم بین احزاب، سازمان های سیاسی و نهادهای دانشگاهی و بگیم که بیایید با هم دیگه میتونیم در حقیقت این کار انجام بدیم. خب حالا به دلایل این انجام نشد، اما من از این در حقیقت نگذشتم که این کار انجام نشه و قرار بر این گذاشتم که این کتاب داد بیاد با دوست بسیار خوبم ناصر مهاجر که در حقیقت اهلیتی داره تو این حوزه و کار کرده و سالها کار کرده، قرار گذاشتیم که این رو در بیاریم. معیارهایی هم برای خودمون گذاشته بودیم. معیارمون این بودش که در حقیقت نگاهمون به نگاه در حقیقت بعد از انقلاب و یا فرکسیون ها گرایش های سیاسی بر نخوره و مستقل از اینها تمام تلاش بکنیم که کسانی که در حقیقت حرفی دارن برای گفتن، نگاهی دارن برای بیان کردن، بیان اینجا بگن. مهمه. دکتر آجیدانی به وقایت به درستی اشاره کرد، من جز تایید حرفایشون ندارم چیزی بگم، که شناخت چپ، تمام نهله های چپ در تاریخ معاصر ایران بسیار مهمه. این به ما کمک میکنه که فهم بهتری از آینده ایران داشته باشیم. کسانی که واقعا دل در این دارن که در گروه این ایجاد یک آینده بهتر، مطمئنتر، آرامتر، سالمتر برای ایران ما دارن، باید بدونن که بر ما چه رفته. این در مورد تنها چپ ایران مثل صادق نیست، در تمام انواع گونه گونه احزاب و سازمان های سیاسی هم در حقیقت این مصداق داره که ما نداریم، واقعا اون جامعیت رو نداریم تو فهم. شما همین الان برید بزنید تو کتابخونه لایبری آف کانگرس، همین بریتیش لایبری، ببینید وقتی نک میزنید اینجا و میگید که مثلا چپ یا راست در بریتانیا چقدر رساله و کتاب در میاد بیرون. حالا ما بیایم اینو در مورد ایران بخوایم بزنیم، ببینید چقدر محدود. خب بعد اومدیم برای اینجا یک معیارهای روش‌شناسی رو هم گذاشتیم برای خودمون و اینم این بودش که اولا که یک برابری جنسیتی حتما باید داشته باشیم، صدای زنان باید شنیده بشه در این کتاب و روایت زنان باید شنیده بشه. بعد داستانمون رو از تهران مرکزی، از تهران سنتریک جدا کنیم. ایران فقط تهران نیست،
شهرستان ها با سیگار خودشون داشته باشن، مشهد، تبریز، خوزستان، جیلان، همه جا باید داشته باشن، باید بریم سراغ اینا این کار رو بکنیم. بعد تلاش کردیم که در حقیقت از همه بخوایم که از نگاه امروزه گریزان باشن، خودشون رو در اون چهارچوب اون زمان ببینن، تجربیات خودشون رو برای ما بگن. خب این کار بسیار بسیار سختی بود که همه رعایت نمیتونستن بکنن و بسیار بسیار ما باید این کار رو باشون کلنجار میرفتیم. بعد در حاشیه تلاش کردیم که بخاطیم که فضایی درست کنیم، بگیم که این رویدادها در چه بستر فرهنگی و زمانی در حقیقت جاری بود. به همین خاطر به سینما، به تئاتر، به موسیقی رفتیم که ببینیم که این رادیکالیزمی که در اون دهه ها بود و فقط هم من محدود به ایران نمیشد، این رادیکالیزم در جهانگیر بود در اون دوران، در اون سالها چگونه تأثیر گذاشت در فرهنگ سازی ایران، توی ادب ما، تو هنر ما چگونه تأثیر گذاشت و تلاش کردیم این هم در حقیقت به نوعی بیاد اینجا. کار بسیار مشکلی بود. دکتر آجدانی به درستی اشاره کردن، واقعا رفتن به سوی احزاب سیاسی که هستن در حال حاضر و این جسارت رو به خرج دادن که با اونها کار کردن و ازشون خواست کردن، کار بسیار سختیه، به خاطر اینکه بسیار بسیار اینها گروهشون تخته بند همچنان اون داده های گذشته خودشون هستن، یا به خاطر فراموشی گزینشی، شما در زبان انگلیسی میگید selected amnesia، فراموشی گزینشی، نمیخوان در حقیقت اون بخشی از گذشته رو در حقیقت به یاد بیارن، حافظه سازی میخوان بکنن، making memory، حافظه سازی میخوام بکنن. این یکی از مشکلات، فقط در مورد چپ من نمیخوام بگم، اصولا در مورد نهله های متفاوت اندیشه دارم در ایران میگم. نگاه نقاد بسیار کمه، critical thinking محدودتره که اینا رو داریم بخوام نگاه کنیم. و این تن تخته بند ایدئولوژیک بودن همچنان وجود داره، که مقدار ابجکتیو بودن، فاصله گرفتن از گذشته و به قضاوت به داده هایی که در گذشته در حقیقت داشتن رسیدن کار بسیار مشکلیه. ما مطمئناً آخرین آدمایی باشیم، دوست خوب من ناصر مهاجر و من، که بفکر کنیم این کاری که ما کردیم کار بسیار بی عیب، به هیچ وجه بی عیب نیست، به هیچ وجه بی عیب نیست. ما بسیار به دکتر آجودانی اشاره کردم، به دو نفر که جاشون خالیه، ما به این دو نفرش مراجعه کردیم و جواب به ما گفتن که شرکت نمی کنند، و بسیاری هم مراجعه کردیم به بسیاری دیگر، و به همین خاطر که یا اگر فلانی باشد من نمیام، اگر بسانی باشد من نمیام. و این یه مشکل بزرگیه که ما واقعا داریم، و من واقعا دلم برای تمام جوانهایی مثل این دوست خوب من میسوزه که با تمام این مشکلات همچنان آستین بالا زدن و دارن میرن اونجا، به خاطر اینکه بسیاری از مورخان جوان ول کردم، میگن آقا ما میریم باستان شناسی هخامنشی خیلی راحت‌تره تا برسیم به مسائل امروز ایران که به اینقدر دردسر فوش بخوریم، چرا این کارو بخوایم بکنیم؟ اما به نظر من میطلبه، جامعه فردای ما میطلبه که ما این سختی‌ها رو بسنجیم. حرف آخرم اینجاست که این حرف، این کار ما کار نهایی نیست، اینو بارها اینجا و اونجا گفتیم، حتما عیب داره، حتما نقص داره. نشر نقطه از روزی که این در اومد بیرون سایت رو زده، فضایی رو باز کرد، گفت تمام کسانی که مشکلات ویراستاری یا مشکلات داده ها دارن بیان اونجا مقالاتشون رو بزنن بگن، که ما بتونیم یاد بگیریم، فضایی درست کنیم که در تعامل با همدیگه، در گفتگو با همدیگه بتونیم در حقیقت از دل این یه تصویری بسازیم که ما هم میتونیم در حقیقت به گذشته نزدیک، نه گذشته دور سرجوقیان، به گذشته نزدیکمون هم میتونیم خوب برسیم و یه مقداری از این گذشته نزدیکمون درس بگیریم، شاید بتونه پرتوی بر فردای ما داشته باشه. من از شما تشکر می‌کنم. در خدمت شما هستم. سلام، منم خیلی از آقایون آجودانی و بقای یزدی تشکر میکنم بابت لطفشون و میزبانیشون. خب آقای بقای یزدی لطف کردن یه زندگی‌نامه مختصری از من ارائه دادن در ابتدا، و خب من بگم که ویژگی بنده
در جمع نویسندگان این مجموعه بسیار ارزشمند این بود و هست که من فکر کنم تنها نویسنده‌ای باشم در این مجموعه که هیچ تجربه شخصی از سازمان چریکای فدای خلق نداشتم، به دلیل خیلی ساده ای که علاوه بر متولد شدن در لندن و بزرگ شدن در ایتالیا، بنده متولد سال 1359 هستم. حدود تقریبا در روزایی که انشاء و اکثریت و اقلیت داشت صورت می گرفت من تازه در واقع متولد شدم، بنابراین دیگه نرسید به نه به چریک شدن، نه به چریک شدن رسیدم، نه به اکثریتی یا اقلیتی شدن رسیدم. و بنابراین وقتی که دوستان و واقعا کسانی که من ازشون بسیار آموختم در رشته خودم، آقایون اتابکی و آقای ناصر مهاجر از من خواهش کردن که در این مجموعه شرکت داشته باشم، طبیعتا من نمیتونستم خاطرات خودم رو ارائه بدم به هر شیوه‌ای. واسه برم دنبال موضوعی که در واقع یه ریشه تاریخی تر داشته باشه و به شیوه کار من به عنوان کسی که غالباً با اسناد مکتوب تاریخی پژوهش‌هاش انجام میده بخوره. اما یه پیش زمینه ای من بدم که چرا اصلا من وارد کار پژوهشی در مورد سازمان چریکای فدای خلق شدم. تز دکترای من در مورد موضوع کاملا متفاوتی بود، ساختار حکومت در دوران جمهوری اسلامی، و سال پیشم کتاب تزم منتشر شد به زبان انگلیسی. اما وقتی که برای آخرین بار در ایران بودم 10 سال پیش، متوجه شدم که اون زمان 30 سالم هم 30 سالگیم هم نشده بود، متوجه شدم که خیلی از کسانی که در نسل من هستن یه علاقه ویژه‌ای دارن به تحولات جنبش چپ قبل از انقلاب و پس از انقلاب. شب آخری که در تهران بودم، یعنی صبح زودش پرواز داشتم به اروپا و پروازم از اون فرودگاه جدید تهران است که حتما میدونید 60 کیلومتر فاصله داره، یک دوستم که عضو سازمان پیشگام بوده در جوانی خیلی خیلی اصرار کرد که منو ساعت 4 صبح برداره از اقامتگاه و منو ببره به فرودگاه و منم نخواستم دست خالی در واقع او رو ببینم. شب خیلی دیر وقت بود و در دقیقه 90 وارد یک کتاب فروشی شدم و خواستم یک کتابی که مربوط به جنبش چپ ایران بود براش بخرم و هدیه بدم. تنها کتابی هم که در اون کتاب فروش موجود بود کتاب شورشیان آرمانخواه آقای مازیار بهروز بود که خب فکر کنم خیلی ها اون کتاب رو خوندن و دیدن. کتاب رو از قفسه برداشتم بردم پیش مسئول کتاب فروش که پرداخت کنم. اونم یه دختری بود که فکر کنم از خودم جوانتر بوده و او شروع کرد برای یه روب یه نقد مفصلی از اون کتاب من ارائه بده با کلی داده و کلی جزئیات که من چرا این کتاب رو بهتره نخرم اصلا. ولی من بهش گفتم ببینید بله دیگه من گفتم من چاره‌ای ندارم، اینو باید به یه دوستم هدیه بدم یا این کتاب رو میخرم یا دست خالی دارم میرم به فرودگاه که نمیشه. ولی برام خیلی جالب بود برای که معلوم شد که این خانوم با توجه به محدودیت‌هایی که هست در ایران برای مطالعه در مورد این موضوعات خیلی روی این موضوع کار کرده بود خودش به صورت دل بخواه. فکر نمی‌کنم هم که سمت دانشگاهی داشت یا کار آکادمیک، کتاب فروش عادی بود و این باعث شد که من شروع کنم برم دنبال پژوهش در مورد سازمان چریکای فدای خلق. تا جایی که کوتاه بگم رسیدیم به زمانی که این کتاب داشت آماده میشد، منم گفتم خب من باید به منابع مکتوب کار کنم و یه موضوعی که برام خیلی جالب بود اون موقع شیوه تداوم فعالیت سازمان چریکای فدای خلق در یه دورانی که به نظر من سخت‌ترین دوران بوده قبل از 22 بهمن 57 و اون زمانی از بین حمله به اون مقری در مهرآباد جنوبی در اکباتان فکر کنم که حمید اشرف و دیگر اعضای مرکزیت در روز 8 تیر 55 اونجا جمع شده بودن جلسه داشتن، داستان رو میدونیم حمید اشرف تو برای اونجا کشته میشن
و روز پیروزی انقلاب و از چه شیوه سازمان شریکای فدایی خلق در واقع موجودیت خودش رو حفظ کرد و اعلام کرد به جمعیت به جامعه. خب ما می‌دونیم که یه مقدار از اعضای سازمان اون موقع خارج از کشور بودن، از جمله فکر کنم همین خانم اشرف دهقانی یا آقای حرمتی پور و دیگران، اما اونایی که در درون بودن به یه شیوه اصلی در یه شیوه اصلی داشتن که تداوم فعالیت خودشون رو اعلام میکنن و اونا از طریق اعلامیه، بیانیه و نوشته هایی بود که هر از گاهی تولید میشدن، تکثیر میشدن و وارد جامعه میشدن. و اینجا من میخوام به یکی از چالش های بنیادی کسانی که میخوان به شیوه در واقع پژوهشی کلاسیک وارد این بحث بشن که خب سرنظر از خاطرات و خاطرات شفاهی و خاطرات مکتوب و تمام این روایت هایی که در دهه های بعد از ماجرا تولید شدن و ارائه شدن که ارزش خودشون رو دارن و مهم هستن، پیدا کردن منابع همان زمان، منابعی که برمیگرده به زمان تمرکز آدم و در مثالی که من اینجا داشتم و در موردی که من داشتم بین سال 55 تا 57، خب امر گاهی اوقات بسیار دشواری است. ما یه مشکل بزرگی که داریم با جنبش چپ ایران در مجموع فقدان آرشیو منظم و رسمی و قابل دسترس است. این تفاوت خیلی آشکاری است که جنبش چپ ایران با جنبش چپ کشورهای دیگه داره. مثلا شما را بخوایم به دو تا حزب عمده چپ بریتانیا بخواییم درباره این احزاب، یعنی حزب کارگر، حزب لیبر و حزب کمونیست، کمونیست پارتی آف گریت بریتن، درباره تاریخ این دو حزب کار کنید، کافی بریم به منچستر در طبعه همکفی موزه آرشیو کامل اینا هست. یا مثلا من سال پیش رفتم به انستیتو گرامشی در روم، اونجا آرشیو حزب کمونیست ایتالیا در این طور به شیوه منظمی ارائه شده. خب حزب مقابل اینا یعنی حزب توده مثلا اصلا آرشیوی نداره، یا آرشیو منظمی ما از حزب توده نداره. باید از آرشیوهایی، باید از مجموعه آرشیوهایی که در دسترس است استفاده کنیم. خب در همون زمان که من بحث با این خانم داشتم، خب چند آرشیو ما داشتیم که مهم بودن. یکیش یه آرشیو مجازی است که شما حتما باهاش آشنا هستین، آرشیو ایران، سایت ایران آرشیو که از حدود 10 سال پیش راه افتاده و واقعا مدیر اون سایت به نظر من زحمت زیادی کشیده. نگفته نماند که سایت که آرشیو مکتوب انستیتو تاریخ اجتماعی آمستردام یه آرشیو بی‌نظیری است، بسیار مهم است و آرشیوهای دیگه ای که هست. اما کار پژوهشگر اینه که واقعا باید دنبال جمع‌آوری منابع از جای بسیار گوناگون و من از طریق لطف دوستان، از طریق استفاده از این آرشیو و اینا یه سری اعلامیه ای تونستم فراهم کنم که نسبتاً کامل بوده. خب سوال بعدی این بوده که خب این اعلامیه ها کی نوشته بود و شرایط تدوین این اعلامیه ها چه بوده است و اینجا کار یکم دشوار شد واقعاً، بلکه اینجا ما با مشکلاتی که آقای اتابکی بهشون اشاره کرد برخورد کردیم. یکیش گاهی اوقات خب نویسندگان دیگه در بین ما نیستن، نویسندگان در طول تحولاتی که بعد از سال 57 صورت گرفتن جان خودشون رو از دست دادن یا اعدام شدن یا بالاخره به دلیل دیگه در قید حیات نیستن و یا روایت و اطلاعی که دیگران در مورد برخی از این منابع داشتن خب دقیق نبود یا صحیح نبود. ولی خوشبختانه یه مقدار از نویسندگان اعلامیه از جمله کسانی که در این سالن هستن زنده بودن، اطلاعات خیلی جالبی دادن و ما تونستیم شروع کنیم به بررسی این اطلاعات و در حین انجام این کار با برخی از اطلاعاتی که در مورد این اعلامیه بود در نوشته‌های دیگه تونستیم برخورد بکنیم. مثلا از بالاخره از 10 سال پیش به این ور
ما با یه پدیده مواجه شدیم در بررسی تاریخچه سازمان شرکای فدایی و اونم ورود سنگین نهادهای دولتی جمهوری اسلامی در عرصه تاریخ نویسی تاریخ سازمان شرکای فدایی خلق. و نمونه بارز این دو جلدی است که به نام محمود نادری منتشر شدن در ایران و چندی پیش هم یه مجموعه کلانی از تصاویری از دست نوشته توسط مؤسسه‌ای که همون دو جلد منتشر کرد دوباره منتشر شدن و پخش شدن. اینجا خب ما به عنوان تاریخ پژوه با یه چالش بسیار شدیدی مواجه هستیم و این است که خب این تصاویری که در پایان کتاب‌های دو جلد آقای نادری موجود هستن و در این مجموعه، اینا چی هستن؟ آیا اینا سند تاریخی هستن؟ آیا اینا رو با همون اطمینانی که من به اعلامیه‌ها در مورد صحت متنی که من در اعلامیه‌ها می‌دیدم، آیا می‌شد در مورد صحت اطلاعاتی که در این تصاویر هستن مطمئن آدم مطمئن باشه یا خیر؟ من به این نتیجه رسیدم که این اسناد خب این تصاویر بهتر بگم اسناد تاریخی نیستن. در مورد اصالت خود تصاویر که گفته میشه که متن بازجویی مقدار زیادی از اعضای زندانی سازمان شرکای فدایی بود میشه روشون شک داشت و پرونده‌ای که چند صفحه ازش فر منتشر شده نمیتونه واقعا مورد استفاده مورخین دقیق باشه و مورد استفاده پژوهش‌های علمی. بنابراین برام خیلی جالب بود که برم یه مقدار از ادعایی که در این کتاب ها هست در مورد برخی از این اعلامیه رو بررسی بکنم. مثلا فکر کنم اگر اشتباه نکنم در مورد یکی از معروفترین اعلامیه ها که توسط آقای فروخ نگهدار تدوین شده که پایانش جمله پایانیش قیام رو باور کنیم هست و در روز 15 آبان پس از اون درگیری‌های شدیدی که در دانشگاه تهران صورت گرفته بود نوشته و منتشر شد، فکر کنم اونجا بود که آقای نادری گفت که این اعلامیه بلافاصله جمع‌آوری شد و توسط خود اعضای سازمان سوزونده شد و اصلا پخش نشد. من رفتم 4 تا نمونه مختلف اعلامیه رو پیدا کردم، یکیش که در خارج از ایران پخش شده بود، یکیش که بدون آرم سازمان تولید شده بود، یکیش با آرم سازمان. کاملا معلوم بود که این اعلامیه در این سطح خیلی وسیع چه در ایران چه در خارج از ایران پخش شد. بنابراین خیلی از ادعاهایی که در این نوع نوشته ها مطرح شده بودن و برای حدود 10 سال کسی بهشون توجه نکرد یا نتونسته بود واقعا بررسی بکنه، اونا هم اثبات شد. و خب شک اولی هم که من در مورد اطلاعاتی که کلن در این کتاب بود داشتم و روشنتر کرد و مشخصتر کرد. اما اهمیت این نوع کارا چیست؟ خب برای کسانی که در نسل من هستن اهمیت پژوهش در مورد سازمانی مثل سازمان شرکای فدایی خلق چند تا هستن. یکیش بررسی نقشی که سازمان شرکای فدایی خلق در اون دوران داشت بین سازمان‌های مشابه. و اینجا برمیگردیم به یه مقایسه تطبیقی فعالیت‌های سازمان با فعالیت‌های سازمان‌های مخفی و زیرزمینی دیگه که دنبال مبارزه مسلحانه و رد قانون اساسی مشروطه بودن. خب در این چند تا مفاد سازمان مشخص داریم مخفی اون زمان که در ایران فعال بودن. یکیش سازمان شرکای فدایی خلق بود، یکیش بخش مارکسیست سازمان مجاهدین خلق، یکیش بخش مذهبی و چند تا نیروی کوچکتر دیگه. خب فعالیت اعلامیه‌ای و بیانیه‌ای سازمان شرکای فدایی خلق
به مراتب از دیگران بیشتر بوده. ما میدونیم که ماهیت مثلا بخش مذهبی سازمان مجاهدین خلق اون زمان تقریبا فعالیت و اصلا موجودیت خارج از زندان نداشت. بخش مارکسیست داشته ولی اونم در واقع در یه طور محدودی در محدودی فعال بوده. بنابراین از این بررسی من به نتیجه هم رسیدم که سازمان چریکای فدایی خلق بین سازمان مخفی سازمانی بوده که بیش از همه فعالیت داشته. از لحاظ دیگه بررسی موضوعی اعلامیه های سازمان مشخص میکنه که تمرکز سازمان به چه سوژه هایی بوده. مثلا برای من جالب بوده وقتی من شروع کردم بررسی کنم موضوع این اعلامیه ها رو، متوجه شدم که سازمان مثلا در مورد شبای شعر گوته هیچ اعلامیه ساده نکرده بود و اصلا تحلیل خاصی هم در مورد این نبود. و خب ما همه به خصوص کسانی در نسل من که وقتی شروع میکنیم به انقلاب پردازیم، این شباب عنوان آغازگر یه حرکتی به سوی در واقع اعتراض وسیع علیه وضع موجود میبینیم. و رفتم دنبالش از آقای مجید عبدالرحیم‌پور که تنها عضو باقی مانده رهبری سازمان هست بعد از شورای در واقع رهبری سازمان پس از 8 تیر 55، ازش پرسیدم خب شما چرا در مورد شبای شعر گوته چیزی ننوشتید؟ آیا اعلامیه‌ای بود و من ندیدم یا واقعا ننوشتید؟ گفت که من هم خودم یه بار رفتم در باغ انستیتوت گوته ولی برام با توجه به اینکه حداقل یک نفر بین سخنرانان یادمون نره آقای سعید سلطان‌پور تمایل واضحی به سازمان چریکا داشت، براشون اهمیت نداشت به اون اندازه که در موردش بنویسن. و همینطور وقتی که تحلیلی از اعتراضات گم سازمان نوشت پس از انتشار اون مقاله به نام آقای احمد رشید مطلق، دلیل آغاز این اعتراضات شدید و صرفاً اهانت به آیت الله خمینی دیدن و دلیلی یکی از دلایلی که سازمان در انتظارش بود که مردم وارد اعتراض شدید و وارد شورش علیه رژیم بشن، مثلا اقتصادی، طبقاتی یا یکی از اون دلایل بگیم به اصطلاح مارکسیست که خلاصه کنیم، اونا نبودن. از این رو به نظر من به حالا وقت داره کم میشه، امیدوارم دوستان بتونن مقاله منو بررسی کنن در کتاب. منم مثل آقای عطوکی اصلا هیچ در واقع مدعی نیستم که من کل اعلامی ها رو بررسی کردم یا کل اعلامی های مهم رو بررسی کردم، اما سعی کردم که یه در واقع یه برداشت کلی و یه در واقع یه شرح مختصر از مهمترین اعلامیه‌ها ارائه بدن. به این نتیجه رسیدم که خب این نوع کار باید تداوم پیدا کنه. امیدم بر این است که بررسی‌هایی که و کتاب‌های آینده‌ای و مقاله‌ها و اینا که نسل خودم درباره سازمان چریکای فدایی خلق تدوین خواهد کرد و نسل‌های جوان‌تر نسبت به نوشته هایی که ما الان در نشریه‌های پرتیراژ درون کشور می‌بینیم، نشریاتی که باز صرفاً غالباً بگیم توسط کسانی که در تقریباً در همین نسل من هستن، کسانی که تجربه شخصی از اون دوران ندارن، تفاوت داشته باشه. حتما شما به خاطر دارید که چندی پیش ماهنامه مهرنامه یه برنامه مفصلی در مورد روشنفکران تروریست داشت با اشاره به بیژن جزنی و دیگران. من در واقع سخنرانی خودم رو با یه در واقع یه تجربه شخصی کوتاه دیگری به پایان برسونم و این است که در دانشگاه سنت اندروز من از سپتامبر امسال
اولین واحد فکر کنم تخصصی در کل بریتانیا رو در مورد مارکسیسم در ایران راه اندازی کردم. واحدی است که برای یک سال تمام به سیر تحولات جنبش مارکسیستی در ایران از آغاز قرن بیستم بگیم تا دوران بعد از انقلاب می‌پردازه. و برای خیلی از دانشجویان انگلیسی، من دانشجو ایرانی الاصل مثل خودم خب کم دارم، بیشتر دانشجوهای انگلیسی هستم و دانشگاه سنت اندروز هم این دانشگاهی هست که از طبقه های نسبتاً بالای انگلستان هم دانشجوها میان. دانشجویی که در دوران مدرسه مثلا رفته به مدرسه‌های خصوصی که شهریش 45 تا 50 هزار پوند سالی هست، میاد با علاقه. مثلا یکی دارم، یه دانشجویی دارم که داره زبان فارسی هم یاد میگیره و من گفت من خیلی خیلی مایل هستم که شروع کنم یه چیزی در مورد جنبش چپ ایران به فارسی بخونم. منم به شعرهای محمد علی افراشته دادم گفتم با این شروع کن و بعدش امیدوارم که بتونی بری جلو و نوشته های دیگران رو مطالعه بکنی. این تجربه رای دیگر، حالا امیدواریم به زودی هم نسخه انگلیسیه کتاب رای دیگر منتشر بشه، امیدوارم که دانشجویان غیر ایرانی رو هم و تجربه خودم رو در نوشتن این مقاله به دانشجوهای چه ایرانی و چه غیر ایرانی منتقل کنم و مثل جنبش‌های چپ دیگه که توسط آدم‌های هم بومی و غیر بومی بررسی میشن، توسط خب غیر ایرانی هم بررسی بشه و از این شیوه دامنه پژوهش‌ها در مورد چپ ایران گسترده بشه. متشکرم. خیلی متشکرم دکتر عزاوکی و خیلی سپاسگزارم جناب عالی. ما 20 دقیقه فرصت داریم برای پرسش و پاسخ. امیدوارم که تا اونجایی که امکان پذیره پرسش ها کوتاه باشه، ما از این فرصت استفاده بکنیم. خواهش می‌کنم اگر پرسشی هست بفرمایید. آقای نگهدار عینک زدیم، ما نمیشناسیم، بازم مخفی کاری میکنیم که خبر میدن از اول که خیلی ممنون از این جلسه که شما زحمت کشید برسیم. ما چند وقت پیش هم صحبت داشتیم با هم در همین مورد، هفتش ماه پیش بود بوده که دکتر جدانی صحبت کردیم در این زمینه که یه همچین جلسه هست و یه همچین کتابی هم هست. اما سابقه این کار که ما بریم و یک مروری بکنیم بر گذشته این سازمان شریک‌های فدایی خلق، دکتر تورج‌عدالت اتابکی میدونه شاید حدود 9 سال پیش بود، 8 سال پیش بود که ما برای 40 سالگی واقعه سیاه کرد قرار شد که همین کاری که الان انجام شده به صورت کتاب هم درآمده، حتی خیلی مفصل‌تر این هست، انجام بدیم. و یک مشکل عمده که شما هم در جریان بودی این بود که حضور برخی از جریان ما موکول بود به عدم حضور برخی از جریان های دیگه. تصدیق میکنید شما این مشکل واقعی اون زمان بود که اون کار انجام نشد. و من با دوستانی که در اون پروژه شرکت داشتن بحث داشتم که تورج اتابکی میخواد که این رنج یا این پیج کامل باشه، ولی خب ادهی هستن که نمیخونن دیگه، و اگر مشروط باشه این کار دیگه اون جنبه آکادمیکش رو هم اونجور که دکتر آجودانی هم تصدیق میخونن فکر کنم از دست میده، جنبه گروهی یا چناهی یا نوعی پیشتاوری زمینی رو ادا میکنه. ولی خب دوستان دیگه که نامشون هم در اینجا نیست، در لیست کسانی که مورد رجوع قرار گرفتن اعتقاد دیگری داشتن که نه، اون تصوری که شما راجع به این کار داری که میخواد همه افراد باشن این درست است. یکمی کوتاه‌تر لطفا. بله. اگر
باشه پس من شما میدونید من چی میگم و لزوم تقریبا میبینیم ما بقیه خودمون فکر اگه روشن هم که بقیه میتونم از بعد بقیه فرصتی باشه که دیگران هم بفرمایید شما آقا بفرمایید بله بفرمایید سوالی که من دارم شما رفتر بسی آه آقای چیزی دکتر جیلو کتاب های کنده نوشته شده اونها یا کمبودهایی که داشتن در این بود و باش شما این حتی بونم داشتیم و میخواستیم اونها تکمیل بشن یا فکر کردیم که یک بسطلا کار کنم نتون شدیم یعنی متوجهتون بوده یا میکروفون های دیتو دست بگم من نخواست بگم که در یه اشاره‌ای که دکتر آجودانی در اول صحبتشون گفتن درباره این نقدهایی که شده و من همیشه نقدهای دکتر آجودانی رو واقعا به جان میشنوم و احترام دارم براشون فقط بگم که ما یک مشکلی داریم در تاریخ نگاری چپ و این مشکل آزاردهنده است به خاطر اینکه مکتب کمونیسم روسی اژدنوفی که این تلفظ درستش هم اژدنوفه نه ژادانوف ستالین غلطه استالین درسته شما اژدنوف رو با ژ می نویسید و اژدنوف بخونید نه ژادانوف این مکتب کمونیسم روسی استالینیستی بختک خودش رو همچنان نه تنها بر تاریخ نگاری کمونیستی ایران بلکه از کشورهای همسایه و حتی کشورهای دور هم انداخته بنابراین بسیاری از کسانی که پهلو میگیرن و اسم کار خودشون رو نقد میذارن واقعا نقد نیست یک نگاه کاملا مکتبی خیلی خیلی مجرد و غیر ابجکتیو دارن و این رو به عنوان مکتب تاریخ نگاری دارن میکنن. این یک مشکل بزرگیه که ما با تاریخ نگاری چپ داریم و امیدوارم نسلهای بعدی مثل دکتر رنجبر در حقیقت با تداوم کار خودشون فائق بیان بر این داستان و یکی هم واقعیت اینه که همونطور که اشاره کردم این فراموشی گزینشیه که چه بخشی از گزینش گذشته رو ما بتونیم قبول کنیم چه بخشی رو به نوعی کنار بذاریم و لاپوشانی کنیم اما در مورد صحبتی که آقای نگهدار گفتن من خیلی عمق خیلی کلی بخوام یه نکته به فوتنوتی بذارم در حقیقت در اشاره ایشون بگم که کاری که ما در اینجا کردیم این بود که یعنی مستقل از گرایش های امروزه جریان هایی که خودشون متعلق بر تبار فدایی میدونن تو تبار شناسی از اونا بخواییم بیان و وقتی که میگفتن ما نمیاییم یا اون ضوابطی که ما رای داشتیم برای یک شرکت کردن در یک کنفرانس در یک نشست در یک کتاب رعایت نمی کردند اهل تسامح و تساهل نبودیم و کنار گذاشتیم و در مورد پرسش این که آیا کارهای پیشتری که شده ما این را نگاه کردیم بله نگاه کردیم و خوب هم نگاه کردیم بعضی وقتا حتی به سراغ کسانی که کار قدیمی داشتن و خوب هم کار داشتن و ما اون را درست می دونستیم و شارح این بحث می دونستیم نرفتیم چون گفتیم خب اونا حرفشون رو زدن چرا دو مرتبه بریم سراغ اونا بریم این تریبون در اختیار کسانی بذاریم که حرف نزدن بی صداها رو در حقیقت نوعی جلب کنیم به این کار بنابراین این کاری بود که ما کردیم و کار سختی یعنی ستیز با یک مکتبی که مکتب تاریخ نگاری که بختک خودش رو همچنان انداخته بعد از این دهه ها همچنان بر تاریخ نگاری کرده کار آسانی نیست من داشت چند نقطه خواهد میکروفون نقطه باشید چند نقطه در خیلی کوتاه در باره پرسش آقای جیلو بله منم وقتی که مقاله خودم رو شروع کردم رفتم دنبال نوشته های دیگه در این باره
شرح این اعلامیه‌ها یا چیزایی مثل این. یکی دو تا از اعلامیه‌ها مثلا خود دستاندرکار مثلا خود آقای نگهدار یه مقاله‌ای داره اصلا در مورد اون اعلامیه گیام باور کنیم، ولی مقاله مثل این نبود واقعا و این اعلامیه‌ها فقط یه اشاره گذرایی بهشون شده بود در نوشته‌های دیگه. برای همین هم این اتفاقا اینم یه دلیل دیگه ای شد برای نوشتن اون مقاله، برای که حس کردم که اون مقاله اصلا یه زاویه جدیدی ارائه میده. و ما کلن هنوز در مرحله ای هستیم که خیلی از زوایای جریان فدایی، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، هنوز به هیچ وجه اصلا روشون پژوهش کامل یا هر نوع پژوهشی مطرح نشده. من فقط کوتاه بگم اکنون من دارم یه پژوهشی شروع میکنم درباره گروه راه فدایی. گروه راه فدایی که بعد از انقلاب 29 تا جزوه در آورد و چند تا مقاله دیگه در سالهای اول انقلاب در ایران فعال بود، بعدش در خارج. خب من خیلی مشغوله، حالا خود منابع مربوط به اون گروه رو من جمع کردم کامل و این نوشته دیگه من در مورد این گروه ندیدم، نوشته ای که تمرکز خاصی روی این نوشته داشته باشه. بنابراین به همین دلیلم مقایسه کار خودم با مقایسه کار دیگران در این باره دشوار است و این هم خوبه هم بده. معمولا اگر یه چیزایی در مورد یه جریان نوشته بشه کمک کنم. بفرمایید آقای گلشایان. من دیگه کتاب رو به دست من رو دیگه بکنم، ولی که دو سه تا اعلامیه های گروه های فدایی رو دیدم و هیچی کهشون یه ماستر پلن برای ارائه کارشون یا گردوندن کارشون به شرط پیروزی نیست. آیا در این زهدهات شما برخورد کردین که ماستر پلن گروه های فدایی چه بوده؟ ببینید من خودم وقتی که این کتاب رو آماده می‌کردم خیلی علاقه داشتم، چون من یک مورخ کارگری هستم، مورخ اجتماعی هستم توی پژوهشگاه. ولی خودشون کارگر نیستن. نه من نه این پژوهشگاهی که ما داریم در آمستردام اصلا به عنوان لیبر هیستوریان ها جمع شدن اونجا، من مورخ کارگری هستم. و بعد من دلم می‌خواست که تو این کتاب حتماً روایت های اون بخشی از کارگرانی که اعضای فداییان که توی کارخونه ها کار میکردن اونها رو داشته باشن. واقعا نتونستم پیدا کنم. به چند نفری که بودن رفته بودن کار کرده بودن تو اون دهه 50 رفتم و یکی دو تاشون امتناع کردن از اینکه چیزی بنویسن و خاطراتشون رو بنویسن. بنابراین فکر کردم که خب این مجموعه اگر در بیاد و این بخش کارگری رو اصلا و تجربه های اینها رو، چون بالاخره ادعا میکنن یه سازمان سیاسی میگه من سازمان کارگری هستم، خب این کارگر چیه؟ تو شما چیکار میخوایی بکنید؟ باید بریم دنبالش دیگه. برم این کار کردم. بنابراین من اومدم اونجا گفتم که داستان بیام بر اساس تجربیاتی که ما داریم تو مدونات اینا، گفتار و کردار، گفتار اشاراتی که دارن رهبران این سازمان مثل بیژن جزنی، مثل احمدزاده، امیر پرویز پویان، و در کردار و اون چیزایی که مثلا ما مجموعه تمام اسناد سازمان چریکای فدایی خلق داریم که مثلا تو تبریز یا جاهای دیگه به دست ما رسیده و شامل اون چیزهایی است که سالهای منتهی به انقلاب، دو سال انقلاب رو در بر میگیره. حقیقتش اونچه که برای من بود یک کلامی، یک بحث بزرگیه، اینی که اون توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی که ما در سالهای منتهی به انقلاب داشتیم، ولی میگم سالهای منتهی داشت 61 62 تا 55 و 52 داشت، من اون دو سال قبل از انقلاب رو 77 به بعد نمیگم، اونجا بود، در حقیقت نوعی بود که در حقیقت چریکای فدایی خلق از جمله و دیگر چپ‌های دیگر اینا رو تو یک دونه پارادوکسی قرار داده بودش. از یه طرف جامعه به غایت داشت توسعه پیدا میکرد، دولت اقتدارگرا، دولت توسعه گرا، شمار کارگران داشت افزایش پیدا میکرد، کارگران صنعتی، واحدهای صنعتی بزرگ داشت از اونجا میکرد، از طرف دیگه این رشد تو ناموزون و مرکبی که جاری داشت، همه آحاد مردم
از این نعم مادی به یه اندازه برخوردار نشده و این ناموزونی توسعه باعث شده بود که ما شمار تهیدستان شهری ما، لیبرینگ پور ما که در این اطراف شهرهای بزرگ هستن افزایش پیدا کنه. من یک در حقیقت شیفت دیدم اینجا در تمام در رفتار این سازمان و سازمان‌های دیگه که دیگه در حقیقت کارگران صنعتی اون جایگاه پیشین خودش رو ندارن و بیشتر توجه به لیبرینگ پور یا تهیدستان شهری داره میشه و مدعی هم، البته این بحث امشب اینجا نیست، یه وقت دیگه است، من مدعی هم که سهم کارگران صنعتی ایران در فرایند تکفین انقلاب ایران بسیار بسیار ناچیز بود. اما جوابی شده ببینید نداشتن. نه همینجا باش کنم اجازه بدید. سوال ایشون که سوال بسیار اساسی و بنیادیه، میگن این جریان های چپ یه ماستر پلان داشتن؟ نداشتن. من پارادوکس داره در اینجا. شما توضیح بدید. بفرمایید میکروفون. سوال بسیار مطرحی است و مهم. وقتی که من شروع کردم روی اعلامیا کار کنم، من دنبال طرحهایی بودم که فدایان در مورد حکومت ایدئالشون ارائه بدن، یعنی طرحی در مورد ساختار حکومتی که بالاخره چریکای فدایی گروهی بودن که قانون اساسی مشروطه هم قبول نداشتن دیگه، یعنی هدفشون پایان رژیم پادشاهی در ایران بوده و جایگزینش با چیز دیگری. خب این خیلی فرق میکنه با نیروهای دیگر، مثلا در سال 56 و حتی در سال 57 گروه های مثل جبهه ملی و دیگران هی حرفی از رعایت قانون اساسی مشروطه میگردن. خب بین جریانات چپ تنها نیرویی که در طور سیستماتیک مدل مستر پلانی برای آینده ارائه داد از دهه 40 و حزب توده ایران بوده، مرتب برنامه صادر میکرد، جزوه هاش در میومد، برنامه حزب توده ایران. حزب توده ایران مثلا اولین گروهی بوده که مشخصا در مورد ریاست جمهوری و وظایف ریاست جمهوری در حکومت جمهوری و کلا از اساس نظام سلطنت مشروطه بریده بود. چرا کار فدایی خیلی این کارو نکرد؟ یا اگر من در یه طور سیستماتیک طرحی یا برنامه‌ای ندیدم. اما در بهمن 57 جمشید طالیپور مأموریت بیافت که یه برنامه حداقلی بنویسه درباره خواستای سازمان چریکای فدایی خلق در فضای سیاسی جدید. ما این متن این خواستا رو به صورت کامل در یک بخشی از کتاب آوردیم، برای که این مهم بود که برای اولین بار این بحث بشه. با آقای طالیپور هم مصاحبه کردیم در این باره. متأسفانه متنی که ما بهش دسترسی پیدا کردیم به نظر میرسه که یه متن چکیده ای باشه، متن اصلیش متاسفانه در دسترس نبود و اما اونجا یه خواستای مطرح میشن. اما یه برنامه به قول عنوان در خود عنوان نوشته که این برنامه حداقلیه، بنابراین جزئیاتی که شما در برنامه های حزب توده در دهه 40 و 50 میبینید در اون نیست. آقای معینی بفرمایید. مورد بحث‌های سیاسی مطرح نمی‌شه. یه سری اشکالات تاریخی وجود داره که به نظر من دقت نشده، ویراستاری نشده. حالا شاید در جاهای بعدی بشه اساسی. مثلا در فروردین 1350 سازمان 13 تا اعلامیه چاپ کرد. در کتاب کوچکترین اشاره‌ای به این نشده. در صفحه این حالا بخش خاص پاسخ من نمیخوام زیاد وقت بگیرم، من فقط به عنوان نمونه اشتباهات تاریخی رو ذکر میکنم. در مورد کتابی که به آنچه یک انقلابی باید بداند، این رو الان دیگه همه میتونن که این رو بیشتر جزلی نوشته بوده و به اسم انصار یعنی سبایی فرانی منتشر شد. توی این کتاب همچنان علی اکبر صفایی فراهانی نویسنده این کتاب طرفدار میشه. داره که این درست نیست. کتاب حماسه مقاومت یکی از انتشارات معروف و مشخص سازمانه، در کتاب نوشته شده که توسط
انتشارات جبهه ملی در خارج از کشور چاپ شده. نه، توسط سازمان در کشور چندین بار چاپ شده، توسط اونها چندین بار بازنشر شده. موارد خیلی زیادی از این چیزا هست که توی کتاب تاریخی به طور مشخص که بخواد آکادمیک هم باشه حتی اول باید رعایت بشه. در مورد خود آثار بیژن جزنی، هیچ کدوم از آثار بیژن جزنی صرف نظر که در چه تاریخی نوشته شده تا بعد از اعدام بیژن جزنی در تپه‌های در فروردین 1354 به اسم بیژن جزنی منتشر نشد. هرچی که بوده بعد از اعدام بیژن جزنی در سال 54 به اسم بیژن منتشر شد. کتاب دیگری از سازمان هست نوشته حمید اشرف تحت عنوان یک سال مبارزه کلیفی در شهر و روستا. در کتاب نوشته شده که این کتاب در اسفند 1350 چاپ شد، در حالی که این کتاب توسط رادیو میهن‌پرستان در سال 1353 خونده میشه و پس از درگیری حمید اشرف و شهادتش توسط سازمان به اسم حمید اشرف چاپ میشه، تا قبل از اون نیستم. 10-20 مورد دیگه شبیه این رو من توی تقریباً بتونم بگم 30 صفحه از کتابی که مطالعه کردم به طور امانت کتاب رو گرفته بودم پیدا کردم که قاعد میشه در چاپ‌های بعد تأثیر. با کمال مرمت تشکر میکنم. اون 10-20 مورد شما، من یه 30-40 مورد خودم هم اضافه میکنم و دیگر چیزهایی که دوست داشتم اجاره میکنم. ببینید من بهتون بگم که اینها درسته، نه تنها در مورد این کتاب، در مورد کتاب های دیگه هم که ما ویرایش میکنیم مینویسیم اشتباه داره، اشکال داره، نقد میکنن، مینویسن و اینا تصحیح میشه و در شما میاد. پس اینم بگیم که ما گمان میکنیم ویژگی که ما داشتیم کتاب داشت، برای نخستین بار این بحث رو به این گونه باز کردیم و مطرح کردیم و واقعا امیدواریم که این خودش سرآغازی بشه، دوستان دیگه همت بکنن و چون این کارهایی رو انجام بدن. ما در پیوند با کارهایی که انجام خواهد شد فکر میکنیم به بنای این ادبیات میتونیم کمک کنیم. آقای مهرابی شما سوال داشت، بفرمایید. آخرین سوال از آقای مهرابی. آخرین سوال خیلی خلاصه بگم. آقای دکتر عطابکی در رابطه با توارشناسی این پروژه که از طرف اندیشکده مطرح شده بود عنوان کردن، خواستم ببینم اصولا اهمیت این که ما باید به سازمان چریکهای فدایی خط بپردازیم چیه؟ چرا نباید به سازمانهای چپ یا مارکسیستی قدیمیتر پرداخت؟ شاید بشه گفت سازمان چریکهای فدایی خط به جرأت آینه تمام نمای تحول فکری ماست، به واسطه اینکه هیچ جریانی مثل جریان سازمان چریکهای فدایی خط در جامعه حضور نداشته و نداره. استاد دانشگاه، نمایشنامه نویس، داستان نویس، شاعر، جورنالیست، اقتصاددان. من فکر میکنم به این زمین ها اگه توجه میشود تو کتاب یا اگر توجه بشه شاید بتونی یک تصویر واقعی تری که چرا این ضرورت داره، چرا دیگر جریاناتی دیگه کماکان موندن در یک جایی ولی این جریان رشد کرده و حتی انشاءات داده که با امروز و روزه ما کماکان در ارتباط. ببینید من یک کلام بهتون بگم که اهمیتی که شما میدید، شما از منظر یک ایرانی با اشرافی که دارید بر تاریخ ایران، تاریخ سیاسی ایران به اهمیت این مسئله میپردازید. من اول صحبتم اشاره داشتم که برای پژوهشکده ما واقعا این اهمیتی که شما بهش تاکید داشتید نبود. واقعا ما بیشتر مسئله رو در یک شهر، در یک وسعت جهانی تر گلوبال میدید. به این خاطر چرا پچه شریکای فدای خلق رو گرفتیم؟ به خاطر اینکه در حقیقت میخواستیم ببینیم نیمه دوم قرن بیستم چگونه چپ رادیکال شد و دستاوردهای این رادیکال از امریکای لاتین تا آسیا تا آفریقا چی بود. در حقیقت سازمان چریکای فدای خلق زیر مجموعه این رادیکالیزم جهانی ما دیدیم
و خب به درستی شما اشاره میکنید وقتی به ایران میاییم به درستی ثقل خودش رو داره، سنگینی خودش رو داره، اهمیت خودش رو پیش از انقلاب و بعد در سالهای نخست بعد از انقلاب هم داشته و در این مورد جای دودلی نیست. اما میخواستم بگم که کار ما از یک منظر دیگه آغاز شد به اینجا اومد. مطمئناً ما در این باور نیستیم که همه پهنه هایی که این سازمان یا سازمان های نظیر این تونستن تأثیر گذار باشن ما در نوردیده باشیم. نه، مطمئناً باید در کارهای دیگه. من خوشحالم که مثلا کسانی که راجع به مسئله دهقانی کار کردن، دانشجویی کار کردن، استادان دانشگاه، طبقه متوسط، طبقات دیگه کار کردن بگن تو این زمینه کارشون ارائه بدن. متاسفانه ندادن. ببینید یه مشکلی که ما داریم، ما 40 سال از انقلابمون داره میگذره و ما کسانی که تو زمان انقلاب کنشگر بودن الان بعد از 40 سال به سنی رسیدن که در حقیقت اون گرد پیری داره بر حافظه می نشینه و این نگرانی وجود داره که شاید این از بین بره و ما نباید واقعا کسانی که می اندیشن به تاریخ ایران نباید اجازه بدن که یک بار دیگه ما گذشته خودمون رو اشراف نداشته باشیم، آگاه نباشیم، ندانیم بر ما چه رفت و چرا رفت. شما نگاه بکنید، من فقط صحبتمو اجازه بدید با یه نکته کوتاه بگم. یک گلایی که من همیشه به عنوان یک مورخ دارم اینی که شما نگاه بکنید بعد از کودتای 28 مرداد حزب توده سالهای سال در بهترین شرایط در لایپزیگ و در مسکو زندگی میکردند. تمام امکانات در اختیارشون بود. مثل بچه های امروزه فدایی نبودن که باید کارگری کنن، کار بکنن، اینجا برن، اجازه اقامت مشکل دارن، اینجا مشکل دارن، اونجا مشکل دارن. اونا واقعا در بهترین وضعیت بودن. ای دریغ که اینا در تمام طول این سالهایی که در لایپزیگ مسکو بودن بتونن یک کار درست حسابی راجع به تاریخ گذشته خودشون بدن. تک و توک مقالاتی در دنیا عبدالحسین آگاهی، عبدالصمد کامبخش و دیگران آوردن، ولی اینها هیچگاه نمیتونه. ما وقتی اومدیم به انقلاب یک تاریخ مدون از حزب توده ایران در دست نداشتیم. ما یک تاریخ درست از شورای متحده مرکزی در دست نداشتیم. یک سندیکای کارگری و اون وسعت در دست نداریم. نداشتیم. رضا روستا که میتونست در حقیقت پروژه رو در تمام اون سالها در لایپزیگ در مسکو سامان بده و یک کارگزاری خیلی درست حسابی از شورای متحده مرکزی به دست بده، از نخست از آغازش تا فرجامش نکرد این کارو. به این خاطر من فکر میکنم ما با یه همچون خلایی روبرو هستیم. امید من اینه که بچه هایی که در حقیقت در رپرپی انقلاب چپ بودن و در حقیقت یک نقشی داشتن در اینجا قبل از اینکه این گرد پیری بر حافظهشون بنشینه کاری بکنن که این موندگار بشه. گامی که ما برداشتیم به هیچ رو معتقد نیستم گامیست کامل همه شمول و تمام پهنه ها رو در بر میگیره. این شاید کمکی باشه که دیگران این همت رو بکنن. و من اینم به شما همینجا بگم، واقعیت اینه که فقط هم سازمان چریکای فدایی خرد نیست، سازمان های دیگه کوچک این ور اون ور هم بودن، اونها هم باید به درستی کارنامه شون بررسی بشه و نوشته بشه. خیلی ممنون. خیلی خیلی سپاسگزار. واقعا آقای دکتر خیلی متشکرم.